با این پیش‌فرض که اگر که این اتهامات درست باشه و اگر که روسیه چون این خلافی رو مرتکب شده باشه، پیامدهای این چه خواهد بود و اصلا دلایل یک همچون در حقیقت رفتاری از سوی روسیه چه خواهد بود که به نوعی در این گزارش مستطره. به داوری من اونچه که در حقیقت در رفتار روسیه میشه رصد کرد بیش از اون که تاثیرگذاری بر این انتخابات یگانه، یعنی همین انتخاباتی که ما پشت سر گذاشتیم در ایالات متحده امریکا باشه، نشانگر یک رفتاری از سوی دولت روسیه و اون حلقه کوچیک پولیت بورو که در حقیقت مسکو داره، پولیت بورو کرملین، که در حقیقت نوعی بره و جایگاه خودشو به عنوان یک قدرت مطرح در صحنه جهانی ایفا بکنه. میدونیم که این یک برگی است از یک دفتر بزرگی که آقای پوتین در دست گرفته. ما دیدیم که دولت روسیه بخشی از سرزمین اوکراین رو به بهانه بود و باش همکیشان و همزبانان اشغال کرد، در سوریه نقش فعالی داره و داره پایگاه‌های نظامی رو بر دریای مدیترانه که یکی از حوزه‌های دریایی بسیار مهم هستش یکی بعد از دیگری به دست میگیره و نقش فعالی در اون منطقه داره و حالا داره در حقیقت با این رفتار نمایشی ایزایی نوعی خودش رو در صحنه جهانی نشون میده که کشورهایی که در حقیقت در بلوک امریکا قرار گرفتن مسئول از تعرضی از این دست نیستن و این در حقیقت نوعی واکنش به رفتار امریکاست که ما سالها پیش شاهدش بودیم و با انقلابهای رنگین در گرجستان، در اوکراین، در قرقیزستان و سرآخر در 1900 در 2011 در اون اعتراضات گسترده به انتخابات دوما در روسیه در مسکو داشت.